دو اتفاق خوب، دو خبر خوب که امروز با این دو خبر خوب خبرهای سر سفر شروع میکنیم. یک، اینکه حقوق سربازان بالاخره بالا رفت، خوب بالا رفت، از 440 هزار تومان به 1.5 میلیون تومان. مبارکشون باشه سربازان عزیزی که امیدواریم که خدمت اجباری سربازی هم محو بشه همین موقع که اینها در حال سربازی هستن. احتمالا این اتفاق خواهد افتاد. اما خبر خوب دیگر اینه که خرید تضمینی گندم از 4000 تومان به 5000 تومان رسیده که این هم خبر خوبی است برای کشاورزان. اگه یادتون باشه همین دیروز پیروز بود که ما خبر دادیم که گندمزارهای گندمکاران برای چرای گوسفندان استفاده شده بود و اکنون با این تغییر 1000 تومانی در هر کیلو شاید چیزی عاید این گندمکاران بشه، اگرچه نسبت به قیمت جهانی باز هم پایین هست که باید بالاتر بره، امیدواریم که بره. اما خبرهای وین شاید این عاملش باشه. قیمت ارز و طلا آرام آرام خیلی خیلی آرام پایین میان. دلار امروز به 23800 تومان رسید و یورو به 28500 تومان و هر قطعه سکه طلا در کف بازار خیلی پایین اومده، یعنی خوب پایین اومده. 10,071,000 تومان قیمت عمده فروشیش بوده و شاخص کل بورس هم امروز خوشبختانه افزایش داشته، 2,825 واحد. همه این خبرها شاید از وین ناشی بشه که امروز جلسه نشست کمیسیون مشترک در وین برگزار شده، یکی به ایران و یکی به علاوه 4. برگزار شدن این نشست و توافق قطعی که یک عده پیش بینی کردن تأثیر گذاشته روی قیمت های همه چیز در ایران و همینطور توی تحلیل ها. اما مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم هم تغییر کرده و علی درویش پور که قبلا معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز بوده شده مدیرعامل منطقه آزاد قشم، که منطقه آزاد قشم هم پس از این توافق حتما فعالتر خواهد شد. قیمت کالاهایی داره افزایش پیدا میکنه با شرط و شروط که خیلی خوبه. قیمت سیمان هم افزایش پیدا کرده. با مصوبه انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان قیمت سیمان فله و کیسه‌ای 50 کیلویی افزایش پیدا کرده. هر تن سیمان فله تیپی که فله شده 300,000 تومان و هر تن سیمان کیسه‌ای هم شده 420,000 تومان. این خیلی خوبه. توافق بر این اساس شده که تولید کنندگان متعهد شدن که کمبود سیمان در بازار وجود نداشته باشه، یعنی تولید رو ببرن بالا و کمبود در بازار وجود نداشته باشه با این افزایش قیمت، که همینطور هم خواهد شد. و اما مرغ قطعه بندی شده که ممنوع شده بود، حالا نه تنها آزاد شده بلکه قیمت‌های مصوبش هم اعلام شده. سینه مرغ بدون پوست شده کیلوی 49,500 تومان، ران شده 41,000 تومان و بازوی ساده شده 33,500 تومان، بال ساده شده 30,000 تومان، خلاصه فیله مرغ هم شده 64,000 تومان و سینه بدون پوست 56,500 تومان و قیمت ها خلاصه اعلام شده. زیادم عجیب نیست نسبت به قیمت خود مرغ و مردم ترجیح میدن، یعنی خیلی ها ترجیح میدن که مرغ قطعه بندی بسته بنده شده را خریداری بکنن که با این آزاد شدن این اتفاق میفته. اما سازمان توسعه تجارت رئیسش حمید زادبوم گفته که از 62 میلیارد یورو تعهدات ارزی صادر کنندگان
تا پایان مهر ماه سال گذشته 19 میلیارد یورو هنوز به کشور باز نگشته. خوب اون عدد، اون مقداری که بازگشته خودش عدد خوبی است. با این تحریم‌ها 19 میلیارد دلارش زیاد رقم بالایی نیست. اما آقای مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی خبر داده که بخش خصوصی قرارداد واردات 6 میلیون دوز واکسن کرونا رو بسته. خبر خوبی است. و اینطوری که رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی گفته قیمت واکسن کرونا 200 تا 250 هزار تومانه و گفته که واکسن کرونا بخش خصوصی برای کارگران واحدهای خودشون رایگانه، یعنی این وارد کنندگان برای کارگرانی که باهاشون کار میکنن به طور رایگان انجام میدن، این واکسن ها رو بهشون ارائه میدن. قیمت واکسن هم اونچنان چیز عجیبی نیست، 200 تا 250 هزار تومان. لذا نگرانی بعضی از افراد مخالف اینی که به بخش خصوصی بدن زیاد نگرانی به جایی نیست، خصوصا که آقای علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است که 60 میلیون دوز واکسن اسپوتنیک روسیه از اواخر اردیبهشت وارد کشور میشه، که اینم خبر خوبی است که آقای عباس عبدی که تحلیلگر سیاسی و اجتماعی میخوانندش گفته پولی شدن واکسن رو زیر سوال برده و گفته در کشورهای مثل کشور ما در واقع به محض قابل خرید شدن واکسن دولت شانه خود را از بار مسئولیت تهیه و عرضه واکسن خالی میکند. با این 60 میلیونی که آقای ربیعی گفته این نظریه آقای عباس عبدی رد میشه. ایشون گفته قدرت و ثروت برای جامعه بد نیست، ولی نه این اندازه که شکاف آن حیات فقرا و ضعفا را تحت خطر قرار دهد. بی اطلاعی آقای عباس عبدی از این موضوع است. به هیچ عنوان یک واکسن 225 هزار تومانی اون شکاف فقرا و ضعفا رو به قول ایشون به خطر نمی اندازه. ما دیگه باید ادبیات قرن 20 رو رها بکنیم، به ادبیات قرن 21 پناه ببریم. شاه محمد قریشی وزیر خارجه پاکستان هم وارد تهران شده. کم کم اینها با شنیدن توافق یا مذاکرات وین سریع میشن به سمت تهران تا ببینن که چه خبر هست. در حالی که مقامات تهران واشنگتن، یا در حال حاضر مقامات تهران واشنگتن و بروکسل یک صدا دارن از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای در وین خبر میدن و از نگارش متن توافق هم صحبت میکنن. همه اینها موجب شده که ما یادداشت خواندنی آقای احمد زیدآبادی به دستمون برسه و به اون توجه ویژه بکنیم که چه اتفاقی افتاده. همه یک صدا دارن این کاری میکنن، از توافق صحبت میکنن و از نگارش متن توافق هم صحبت میکنن. آقای زیدآبادی نوشته تا پیش از آغاز مذاکرات وین دولت آمریکا و سه قدرت اروپایی خواهان گسترش و تقویت توافق نامه برجام بودن و بعد گفته با شروع مذاکرات اما این خواسته ها به ندرت از زبان نمایندگان آنها مطرح می شود. و بعد پرسیده این تغییر لحن به چه دلیلی صورت گرفته است. سوال بسیار جالبی کرده آقای احمد زیدآبادی. واقعا برای خود ما هم این سوال مطرح بوده که چرا پیش از این همه مخالفت می شده، یک باره اروپا و آمریکا آرام شدن و این تغییر لحن دادن به قول ایشون. ایشون اشاره میکنه به سفر لاوروف وزیر خارجه روسیه به تهران و دیداری که با روحانی و آقای جواد ظریف داشته. در دیدار با روحانی ایشون گفته است که آقای لاوروف گفته هر گونه سند تکمیلی و یا اضافی در خصوص مسائل مختلف از جمله منطقه‌ای
با توسعه یا توسعه نظامی میتواند خارج از چارچوب برجام و در راستای تأمین امنیت منطقه و خلیج فارس با حضور کشورهای منطقه به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. دکته همینجاست. در این صورت این برجام و این توافق دو توافق هست، یعنی برجام های دو و سه در میان هست، یا ما برجام پلاس به قول آقای زیدآبادی خواهیم داشت.